به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از افق، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از جنگ طالبان در افغانستان ستایش کرد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از دیدار با ایات طالبان در تهران اعلام کرد که رهبران طالبان را در جنگ با امریکا مصمم تر یافته است. آقای شمخانی این موضوع را در تویترش نوشته است. او افزوده است در ملاقات امروز با حیات سیاسی طالبان، رهبران این گروه را در مبارزه با امریکا مصمم دیدم. او با اشاره به زندانی ماندن ملا برادر در گوانتانامو گفته است، کسی که 13 سال در گوانتانامو زیر شکنجه های آنان امریکایی ها بوده، مبارزه با امریکا در منطقه را کنار نگذاشته است. حیات طالبان به رهبری ملا برادر، معاون سیاسی این گروه، روز گذشته عازم تهران شدند و امروز با علی شمخانی دیدار کردند. رسانه های ایران گزارش دادند که طالبان در این دیدار برای مقابله با تحرکات داعش در مرزهای افغانستان و ایران اعلام آمادگی کردند. آقای شمخانی در این دیدار همچنین به سیاست های امریکا در افغانستان تاخته و گفته که امریکا به دنبال صلح و امنیت در افغانستان نیست. این سفر در حال انجام شده است که حدود یک ماه پیش از این محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی تولونیوس تاکید کرد که طالبان اقدامات توریستی بسیار انجام داده است و ما هنوز طالبان را از گروه توریستی خارج نکرده ایم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از دیدار خود با این حیات گفته که او امنیت افغانستان به ویژه در ولایت‌های اممرز با ایران را امر غیر قابل اغماز دانسته و بر همکاری طالبان با دولت افغانستان برای مبارزه با هر گونه ناامنی و مقابله با تحرکات داعش تاکید کرده است. وی افزوده است ملا عبدالغنی برادر حفظ امنیت مرزهای افغانستان و ایران را مورد تاکید قرار داد و آمادگی طالبان را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد. این مقام ارشد ایرانی در دیدار با طالبان بر ضرورت مشارکت همه اقوام در تعیین سرنوشت افغانستان نیز تاکید کرده است و ملا عبدالغنی برادر هم گفته است که ما معتقدیم که در آینده افغانستان همه اقوام و طوایف باید مشارکت داشته و ایفای نقش نمایند، اما با هر جریانی که مزدور امریکا باشد می جنگیم. این اظهارات در حال مطرح شده که پیش از این برخ مقام‌های افغان و نیز مقام‌های آمریکایی ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبان متهم می‌کنند. حتی برخی اتهام‌ها بر ایران وارد است که به طالبان پناه داده است و کشته شدن رهبر پیشین این گروه در این بیشتر بر این اتهام‌ها افزوده است. به نقل از اشت صبح، عزل وزیران، قاطعیت یا خودکامگی؟ رئیس جمهور محمد اشرف غنی تا هنوز دو تن از وزیران کابینه‌اش را بدون ارائه دلیل موجه از کار برکنار کرده است. هر دو وزیر برکنار شده در دوران کمپاین انتخاباتی عضو تیم و کاروان انتخاباتی او بودند. دلیل برکناری وزیر صحت را فساد اطرافیان او گفتند، اما وزیر مالیه را به دلیل تمرد و عدم اطاعت از فرمانها و اوامر رئیس جمهور برکنار کرده است. حداقل می توان فرض کرد و گفت که دو وزیر برکنار شده به اندازه حلقه رئیس جمهور آلوده و فساد نبودند. هر دو وزیر برکنار شده از مجلس نمایندگان رای اعتماد به دست آورده بودند. برکناری دو وزیر کابینه حکومت نشان می دهد که رئیس جمهور پایبندی به قانون و اصول جمهوریت نیست. مدیریت و رهبری محمد اشرف غنی همه را مایوس و پریشان ساخته است. او هم در دوره حکومت وحدت ملی و هم در حکومت جدید در اغلب موارد سلیقه‌ای و قومی برخورد کرده است. شیوه تعیین کردن مقامات بلند حکومتی در هر دو دوره مایه شرمساری برای او و مایه تأسف برای شهروندان کشور است. به طور مثال اگر وزیر وزارتخانه عضو تیم او و گوش به فرمان او باشد، غنی برای آن وزارت معین معرفی نمی کند. اگر قصد معرفی کردن معین را داشته باشد، این تقرر با هزاران خون دل برای معین مورد نظر همراه است. اگر وزیر عضو تیم او و فرمانبردار بیچون شورای غنی نباشد، معین گوش به فرمان معرفی می کند. بعد از آن با دور زدن وزیر وزارتخانه تمام گزارش های وزارت را از معین مورد اعتماد خود می گیرد و با واگذاری صلاحیت های زیاد برای معین وزارت بر وزیر وزارتخانه فشار وارد می کند و او را در تنگنا قرار می دهد.
بر اساس توافق دو تیم انتخاباتی در حکومت وحدت ملی و حکومت جدید، معینان و وزارتخانه ها با در نظر گرفتن ترکیب قومی تقسیم و توصیف می شدند. اما محمد اشرف غنی اگر معین یکی از وزارتخانه ها از قوم و سمت خودش نباشد، او را یا دیر معرفی می کند یا اصلا معرفی نمی کند. اگر معرفی هم کند، معین مربوطه در رده های بلند تصمیم گیری وزارت نقش چشمگیر نخواهد داشت. از میان 12 وزارتخانه ای که سهم خود اوست، هنوز 4 وزارت آن توسط سرپرستان اداره می شود. سرپرستان این وزارتخانه ها از مجلس نمایندگان رای اعتماد نیاوردند و مطابق قانون حداقل پس از یک ماه سرپرستان باید از سمتشان کنار بروند. اما رئیس جمهور غنی به اعتنا به این مورد قانونی، این 4 وزارت را همچنان با سرپرستان اداره می کند و ظاهرا در نظر دارد که این 4 وزارت تا پایان حکومت به سرپرستیشان ادامه دهند. حتی همسر غنی با متهم کردن نمایندگان مجلس به رشوه ستانی و فساد تصریح کرده است که این سرپرستان در سمتهایشان باقی خواهند ماند. رئیس جمهور غنی می خواهد و انتظار دارد که تمام اوامر و فرمانهای او بدون در نظر گرفتن اصول و قانون در تمام ادارات تطبیق و اجرا شود. او جمهوری را مالکیت شخصی خود و تیم خودش می داند و انتظار دارد هر آنچه از زبان او بیرون می شود به دلها بنشیند و در ساحات اداره تطبیق شود. او انتظار دارد که در برابر خلاف ورزی هایش چشم پوشی صورت بگیرد، اما خلاف های کوچک دیگران برجسته شود و هنگامی که غنی به آنان رسیدگی می کند مورد ستایش و توصیف عمومی قرار گیرد. غنی از مردم و حریفان سیاسیش می خواهد که کارهای غیر قانونی او را نادیده بگیرند. این گونه کردارها فقط از یک فرد اقتدارگر انتظار می رود، اما در تمام سالهای دوره حکومتداریش همچون فرد احساساتی ظاهر شده است. محمد اشرف غنی خود را همه چیز دان تصور می کند. فکر می کند که تمام دانستنی ها و طرحهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی او برای افغانستان و جهان درست و بی‌عیب است. غنی معتقد است که طرح او برای صلح و اقتصاد نجات بخش و شیوه مدیریت او یگانه راه بیرون رفت افغانستان از بحران موجود است. با همین مطلق اندیشی و خود حق پنداری همیشه به خودش حق می دهد که دیگران را نادیده بگیرد و کار مورد نظرش را انجام دهد. آنچه تا اکنون برای همه روشن شده این است که اساس کار غنی حلقه و تیم مورد اعتماد خودش بوده است. رئیس جمهور غنی با یکتازی و کارهای خلاف قانون جمهوری را وسیله زراندوزی برای کسانی که مثل جهانگردان خارجی تصادفی به افغانستان می آیند و می روند ساخته است. جمهوری اکنون در دستان محمد اشرف غنی و عده ای از جوانان گوش به فرمان او هر روز اقدام به کارهای فراقانونی و خلاف موازین ملی می کنند. دوستان عزیز، تا ویدیوی بعد، بدرود.